در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا خبرهایی از تازه ترین تحولات جنگ در اوکراین، واکنش ایران به اظهارات گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، سفر کم سابقه رئیس جمهور سوریه به امارات و دو خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 28 اسفند شمار مبتلایان کرونا در جهان به 469 میلیون نفر نزدیک شد. تعداد جانباختگان به مرز 6 میلیون و 100 هزار نفر رسید و حدود 400 میلیون نفر هم از این بیماری بهبود یافتند. تعداد کل قربانیان کرونا در آمریکا در حالی به مرز 1 میلیون نفر نزدیک شده که شناسایی مبتلایان جدید این کشور همچنان روند کاهشی دارد. در قاره اروپا علاوه بر انگلستان، کشورهای آلمان، ایتالیا و فرانسه نیز از افزایش شناسایی مبتلایان جدید خبر داده‌اند. در سوی دیگر جهان، کره جنوبی به شکل بی‌سابقه‌ای درگیر موج کرونا شده و تنها در روز جمعه بیش از 621 هزار مبتلای جدید شناسایی و 429 فوتی ثبت کرد. چین هم به شکل کم سابقه‌ای درگیر موج کرونا است. این کشور که طی بیش از 2 سال گذشته کمتر از 100 مبتلای روزانه را شناسایی می کرد، در 3 روز اخیر به طور میانگین بیش از 1900 مبتلای روزانه ثبت کرده است. تازه ترین تحولات جنگ در اوکراین. ارتش اوکراین اعلام کرد در جریان محاصره شهر بندری ماریوپول توسط روسیه، این کشور به طور موقت دسترسی به دریای آزوف را از دست داده است. فرودگاه چرنوبایفکا در نزدیکی شهر خرسون در جنوب اوکراین همچنان کانون درگیری‌های شدید است. از سوی دیگر اتحادیه اروپا 289 میلیون یورو به حساب اوکراین واریز کرد که دومین بخش از کمک 1 میلیارد و 200 میلیون یورویی به این کشور محسوب می‌شود. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان در تماس تلفنی با رئیس جمهور روسیه از او خواست هرچه زودتر آتش‌بس اعلام کند و وضعیت انسانی در شهرهای اوکراین را بهبود بخشد. شولتز همچنین در مکالمه با پوتین بر لزوم یافتن راه‌های دیپلماتیک تأکید کرده است. رئیس جمهور اوکراین هم در پیامی ویدئویی گفته نیروهای مسلح کشورش همچنان مناطق اصلی اوکراین را تحت کنترل دارند. ولادیمیر زلینسکی همچنین از همتای آمریکاییش جو بایدن به خاطر کمک 13.6 میلیارد دلاری ایالات متحده به اوکراین قدردانی کرد. حدود نیمی از این کمک به ارائه تجهیزات نظامی به اوکراین و تأمین هزینه‌های پنتاگون جهت اعزام نیرو به کشورهای اروپای شرقی اختصاص دارد و بخش دیگر مربوط به کمک‌های انسان دوستانه، اقتصادی و فنی است. واکنش ایران به اظهارات گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل. سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران اعلام کرد این گزارش مغرضانه، جانبدارانه و مملو از اطلاعات و نتیجه گیری های سوگیرانه و نادرست است و ایران آن را رد می کند. سعید خطیبزاده گفته این گزارش بر مبنای اطلاعات غلط دریافتی از سوی منابع مغرض از جمله گروهک های تروریستی و غربی است. جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران اخیراً مدعی شده سال گذشته میلادی دست کم 280 نفر در ایران اعدام شدند. سفر کم سابقه رئیس جمهور سوریه به امارات. رئیس جمهور سوریه پس از 11 سال یعنی از زمان آغاز جنگ داخلی در این کشور به یک کشور عربی سفر کرد. بشار اسد روز جمعه وارد امارات متحده عربی شد و با تعدادی از حاکمان و مقامات پرنفوذ این کشور دیدار کرد. این سفر نشان از گرم شدن روابط سوریه و دیگر کشورهای عربی دارد، کشورهایی که پیش از این سوریه را به یک کشور منزوی تبدیل کرده بودند. ایالات متحده آمریکا در واکنش به حضور اسد در امارات این سفر را به شدت مایوس کننده توصیف کرده است. واکنش اسرائیل به احتمال خروج سپاه از لیست تروریستی آمریکا. نخست وزیر و وزیر خارجه اسرائیل در بیانیه‌ای مخالفت خود با احتمال خروج نام سپاه از فهرست تروریسم آمریکا را اعلام کردند. نفتالی بنت و یائیر لاپید مدعی شدند که سپاه مسئول حملاتی به غیر نظامیان و سربازان آمریکایی در خاورمیانه است. این دو همچنین ضمن تکرار ادعای تروریستی بودن سپاه اعلام کردند باور اینکه آمریکا این سازمان را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کند سخت است.
اخیراً گزارش‌هایی منتشر شده که دولت آمریکا در راستای بازگشت به توافق هسته‌ای ایران در حال بررسی امکان حذف نام سپاه از فهرست تروریستی ایالات متحده است.